قسمت 68. امیر تومان و حاج فخار در کنار هم نشسته بودند و مشغول صحبت بودند. آیدین هم در محاصره ستار و محمود و داریوش و سجاد قرار گرفته بود و با خود می اندیشید که چطور خواهد توانست عزیز را وادار کند که خواسته مارال را برآورده نماید. حاج صمد و ماه منیر بر خلاف میل قلبی دوباره سر جایشان نشستند. صمد برای حفظ ظاهر منتظر بود تا اولین مهمان برای خداحافظی پیش قدم شود تا او نیز با استفاده از این فرصت خداحافظی کند و برود. تلاش اشرت برای خوشخدمتی به برادر به جایی نمی رسید. او با ابروان گره خورده و حالت عصبی به جمع امیر تومان و حاج فخار پیوسته بود و بدون آنکه گوش به سخنان آنها داشته باشد تظاهر به شنیدن می کرد. آیدین بی اطلاع از آنچه که میان مادر و دایی خود گذشته بود یک بار دیگر به نزد مارال رفت و برخلاف انتظار او را افسرده و پریشان حال دید و گفت: خسته و کسل به نظر میرسی، معلوم میشه شب خوبی رو نگذروندی. مارال بیان که سر بلند کند پاسخ داد و گفت: نباید به حرفت گوش میکردم و میومدم. حق با مادرته، یک زن بیوه که یک دختر 3 ساله و بال گردنشه به چه دردت میخوره؟ آیدین گفت: عزیز این حرفو زد؟ این منم که باید تشخیص بدم چه کسی به دردم میخوره و چه کسی به دردم نمیخوره. مارال گفت: من یک بار توی زندگی به دنبال احساسم رفتم، حالا یک عمر باید پشیمونی رو به دنبال داشته باشم. حالا نوبت توه، بهتره که احساستو مهار کنی، اون چیزی رو که مادرت و عقلت میگه گوش بدی. خدا کنه که دموکرات ها زودتر برن و ما به شهرمون برگردیم. آیدین گفت: فاصله اینجا تا زنجان به اندازه یک بند انگشت فاصله از اینجا تا بیروته، پس خیال نکن که بعد از رفتن دل ناآروم منو آروم میکنی. توجه اشرت به گفتگوی آن دو جلب شد. صمد احساس کرد بهتر است تا دوباره خواهرش عکس‌العمل نشان نداده از جا بلند شود و منتظر نشود که مهمانان دیگر برای رفتن پیش قدم بشوند. به همین جهت به ماه منیر گفت: بلند شو بریم خانوم، اگه بچه ها دلشون میخواد بیشتر بمونن مختارن، ولی من و تو و مارال میریم. این بار اشرت اصراری برای ماندنشان نکرد. خداحافظی سرد و کوتاه صمد مانند مرض مصری به همه حاضران مجلس سرایت کرد و آنها نیز یکی پس از دیگری روانه خانه هایشان شدند. منزل که خلوت شد، اشرت اختیار از کف داد و بنای گریستن را نهاد. آیدین دست پاچه از مادر پرسید: چی شده عزیز؟ چرا گریه میکنی؟ اشرت گفت: میخوای چی بشه؟ یه کاری کردی که من و حاج داداشم تو روی هم وایستیم، هر چی که دلمون میخواد به هم بگیم. تو باعث میشی هم احترام خواهر برادری ما از بین بره، هم انس و الفتی که در بین ما بود. خدا لعنت کنه این دختر ورپریده رو که عقل تو دزدیده. آیدین گفت: مگه چی شده؟ یونس به جای او پاسخ داد و گفت: برادر و خواهر با بحث و گفتگو به جون هم افتادن، هر چی دلشون خواست گفتن. ببینم آیدین، این حقیقت داری که تو از مارال خواستگاری کردی؟ آیدین گفت: از کجا خبرش به شما رسیده؟ یونس گفت: پس حقیقت داره. آخه چرا بدون مشورت با من و مادرت این کارو کردی؟ آیدین گفت: چون اول باید تکلیفم با مارال روشن می شد، اگه اون می پذیرفت اونو با شما در میون می زاشتم. یونس به زحمت سعی کرد تا خشم خود را مهار کند و باعث رنجیدگی پسر تازه از سفر برگشته اش نشود. با صدایی که نه زیاد آرام بود و نه زیاد خشن گفت: معلوم می شه فاصله سالها را از یادت بردی، فراموشت شده که این دختر با ما چی کرده. مگه یادت رفته چطور دل تو و عزیزتو شکست؟ نه برای تو ارزش قائل شد، نه برای عمش. این کار به غیر از اینکه این برادر و خواهر رو به جون هم بندازه نتیجه دیگه ای نداره. آیدین گفت: چه دلیلی داره به جون هم بیفتن؟
هدف من اینه که باعث پیوستگی بیشتر بشم، نه اینکه رشته این پیوستگی رو پاره کنم. یونس گفت راهش این نیست. مادرت با دایی اسد و قمر خانوم صحبتاشو کرده. منصوره از خدا میخواد یه زنت بشه. آیدین گفت اگه قرار من زن بگیرم بذارید خودم انتخاب کنم. برای چی قبل از اینکه نظر منو بدونین موضوع رو با اونها مطرح کردین؟ یونس گفت تو چشم بسته تابع احساست شدی، نمیتونی درست انتخاب کنی. آیدین گفت من با چشم باز انتخابمو کردم. اگه مارال حاضر نشه با من عروسی کنه به بیروت برمیگردم. اشرت دست به روی قلبش گذاشت و فریاد کوتاهی کشید و در حالی که نفسش به زحمت بالا می آمد گفت مارال حاضر نشه؟ اون از خدا می خواد. این تویی که نباید حاضر به این وصلت باشی. آیدین گفت من حرف آخر رو می زنم، یا مارال یا هیچ کس دیگه. اگه آرزوی عروسیمو داری بذار خودم انتخاب کنم، وگرنه قسم می خورم که هیچ وقت زن نگیرم. اشرت چنگ به گونه زد و در حالی که می کوشید صدایش به گوش مستخدمی نرسد گفت وای خدا به دادم برس، این زن عقل پسرمو دزدیده، اصلا خودشم نمی فهمه چی میگه. منم حرف آخر رو می زنم آیدین، اگه قرار مارالو بگیری ترجیح میدم تا آخر عمرت بدون زن بمونی. آیدین با حالت عصبی لبهای لرزان خود را از هم گشود و گفت باشه قبول، اصلا زن نمیگیرم، به خصوص که مارال هنوزم به پیشنهادم جواب درستی نداده. اشرت گفت این دیگه بدتر، بازم میخوای چند سال از عمر با ارزش خودتو توی راه اون تلف کنی؟ آخه چرا آیدین، چرا؟ آیدین گفت اون جواب نمیده چون میدونه که شما قبولش ندارین و در اصل جواب رو موکول به موافقت شما کرده. اشرت گفت به همین امید باشه، شطور در خواب بیند پنبه دانه. من حرفامو به حاج داداشم زدم، گمان میکنم مارالم شنیده باشه. خستگی مهمونی امشب هنوز به تنم مونده. منو بگو که خیال داشتم امشب انگشتر دست منصوره کنم و اسم تو رو روش بذارم. آیدین گفت مثل اینکه یادت رفته من بزرگ شدم، خودم میدونم که چی کار کنم. اگه این کارو میکردین میذاشتم از این خونه میرفتم. اشرت دوباره دست روی قلب گذاشت و تظاهر به ضعف کرد. آیدین با لحنی که خشمش را میرساند خطاب به مادر گفت اگه قرار باشه تا من حرف میزنم گریه کنی یا دستتو رو قلبت بذاری اصلا دیگه حرف نمیزنم و خفه خون میگیرم. یادت رفته که میگفتی آرزوی خوشبختیمو داری؟ اشرت گفت البته که آرزوی خوشبختی تو دارم، برا همینه که میخوام جلو اشتباه تو بگیرم. اشرت حرف خود را قطع کرد و دوباره به گریه افتاد. خطوط چهره آیدین به حالت رنج جمع شد و با صدای خفه و گرفته‌ای گفت منم دل پری دارم، اگه مرد نبودم همینجا می نشستم و زار زار گریه می کردم. خدا می دونه با چه شور و شوقی به وطنم بازگشتم. لعنت به این دل ساب مرده که در تمام طول سفر از شدت هیجان تو تب و تاب بود. ای کاش پا میشکست و نمی اومدم. با وجود اینکه نمیخواست بگرید چشمانش مرطوب بود. قلب مالا مال از عشق و محبت اشرت نسبت به آیدین از مشاهده رنج او به درد آمد و از رفتار تند خود پشیمان شد و با رهن آرامی گفت چرا ناراحت میشه عزیزم؟ خدا نکنه پای تو بشکنه. کاش پای اون زن آتیش به جون گرفته بشکنه که باعث شد تو از راه نرسیده دل شکسته بشی. آیدین گفت مارال که دل منو نشکسته، شما شکستین، پس چرا اون بیچاره رو نفرین میکنی؟ اشرت گفت پس خدا پای مادرتو بشکنه که خیال تو اون ورپریده راحت بشه. آیدین گفت باز که شروع کردی عزیز. یونس رو به همسر خود کرد و با لحن تندی گفت نمیخوای بس کنی خانوم؟ دیگه کافیه. اون موقع که اون دختر رو میخواستی پیله کرده بودی که الا و بلا غیر از اون عروس نمیخوام. حالا هم که چشم دیدنش رو نداری پیله کردی که آسمون به زمین بیاد اونو نمیخوام. اشرت گفت خب معلومه که نمیخوام،
مگه عقیده ای تو غیر از اینه؟ آرزوی داشتن چنین عروسی رو داری؟ یونس گفت من نگفتم آرزو دارم، بلکه گفتم انقدر به پسرت پیله نکن، هنوز خستگی راه از تنش بیرون نرفته، دیر وقته، بلند شو برو بخواب. آیدین اگه به عزیز میدون بدی تا فردا صبح یک بند همین حرفا رو تکرار میکنه. مارال در پشت بام خانه درون پشه بند شب سخت و کسل کننده ای را پشت سر نهاد و با امید اینکه خواب در چشمان خسته اش لانه کند به دیدگان خود فشار می آورد تا به آن مجال گریز را ندهد. صدای شیون و زاری جنت که از دل درد به خود می پیچید و گفتگو و نجوای طغرل و حوریه که به نوبت کودک را در ایوان می گرداندند تا شاید طفل آرام بگیرد بر بیخوابیش می افزود. بالاخره طبیعت سفره سیاهی و ظلمت خود را جمع کرد و آفتاب را بر بام خانه گسترد. تابش نور خورشید به روی صورت مارال باعث بیداری او که تازه به خواب رفته بود شد. کمی آن طرفتر گلین مشغول جمع کردن پشه‌بند و رخت خواب ارباب و همسرش بود که او را صدا کرد و پرسید ساعت چندی گلین؟ گلین گفت از آفتاب کنج دیوار گمون میکنم چیزی به ساعت 9 نمونده باشه. با عجله رخت خواب را ترک کرد و پس از صرف صبحانه در اتاق نشیمن ساکت و آرام کنار پدر و مادر نشست. نه خودش میلی به گفتگو در مورد ماجرای شب گذشته را داشت و نه آنها قصد داشتند در این مورد چیزی بگویند. حاج صمد با خود عهد کرد که اگر آیدین بار دیگر به سراغشان بیاید بدون رو در بایسی عذرش را بخواهد و اجازه ندهد که دوباره خواسته خود را تکرار کند. چهره خسته از بیخوابی و چشمان به گود نشسته دخترش خاطری رنج‌های گذشته را زنده می‌کرد و از این اندیشه که مبادا دوباره در گیر و دار این ماجرا صدمه ببیند آرام و قرار نداشت. بچه ها به همراه طیبه از گردش صبحگاهی بازگشتند و صدای پای لعیا که در حین بالا آمدن از پله مادر را صدا می زد لبخند زود گذر را به روی لبان او نشاند. لعیا در را باز کرد و خود را در آغوش مادر انداخت. مارال او را روی زانو نشاند و به نوازش موهایش پرداخت. زندگیش در وجود این دختر خلاصه می شد و نمی خواست اندیشه دیگری در سر داشته باشد. قسمتش این بود که جوانیش درست در آستانه شباب برای رسیدن به دوران پیری خمیازه کشیدن را آغاز کند. لعیا انگشت دست خود را که جیران در موقع دعوای کودکانه گاز گرفته بود نشان مارال داد و او بر آن بوسه زد. ماه منیر با لحن محبت آمیزی پرسید راست بگو، وقتی جیران دست تو گاز گرفت تو چی کار کردی؟ لعیا با غرور پاسخ داد منم موهاشو کشیدم که دردش بیاد. سرکشی لعیا سرکشی مارال را در کودکی به یاد صمد آورد و بر روزهای خوش گذشته لبخند زد. لحظات خوش زندگی در موقع گذشتن جرقه می زدند و تلخی و رنجهایش در حال سپری شدن لحظات را می خراشند و می گذرند. سغرا و قیبلی که به خانه بازگشتند زندگی در آن خانه مسیر عادی را از سر گرفت و هر کس به انجام وظایف خود پرداخت. با وجود آگاهی سغرا از آنچه که بعد از رفتن مهمانان در خانه یونس گذشته بود، چون ماه منیر دوست نداشت خدمتکاران را به خبرچینی عادت بدهد، نه او در این مورد سوالی کرد و نه سغرا به خود اجازه داد که درباره ماجرای شب گذشته کلامی بر زبان بیاورد. غروب آن روز مارال با لعیا به حمام رفت و صبح روز بعد تازه از خواب برخاسته بودند که کوبه درب صدا درآمد و قاصدی بعد از 8 ماه بیخبری از زنجان اولین نامه ماه طلعت را برایشان آورد.
افراد خانواده به دور هم جمع شده بودند و با نگرانی و استراب به دهان حاج صمد چشم دوخته بودند که به خط دختر ماه طلعت بود قرائت می کرد. بعد از سلام و احوال پرسی نوشته شده بود: اگر بخواهی حاضر غایب کنی، خیلی از آنهایی که می شناختی غایب هستند و در اصل دیگر وجود ندارند. نمی خواهم با بردن نامشان دلت را پر از اندوه سازم. زندگی با وجود اینکه سخت می گذرد، اما در حال گذشتن است. به قیبلی بگو نگران حکملی و زن و بچه هایش نباشد. در خانه شما چیزی برای غارت نمانده، به همین جهت دیگر کسی با آنها کاری ندارد. از سرنوشت مشسخر خبری ندارم. نمیدانم به ده برگشته یا در گوشه‌ای پنهان شده. یک نفر از آشنایان می گفت که یک بار او را در یکی از دهات‌های اطراف دیده. شاید گمان می کردی که خانواده خواهرت از این معرکه جان سالم به در نبرده. به خواست خدا ما هنوز همگی زنده و سلامتیم. البته دلیلش این است که همون روز اول خانه را رها کردیم و گذاشتیم آن را غارت کنند و خودمان به منزل محقر پسر دایی پیرمان که لابد فراموشش نکردی پناهنده شدیم. این نامه را هم توسط یکی از اقوام آنها که قصد دارد به طریقی خود را به تهران برساند برایت می فرستم. نمی دانم بالاخره به دستت خواهد رسید یا نه. شاید خبر خوبی نباشد، ولی به مارال بگو یوسف شوهر ریحانه موقع حمله دموکرات ها برای غارت مغازه کشته شده. بهتر است از حاضر و غیاب بگذاریم، وگرنه خبرهای تأسف آور زیاد است. مجبورم نامه را تمام کنم، چون قاصد آن برای حرکت عجله دارد. همه سلام می رسانند. دلم خالی از امید و پر از دلتنگی است. بچه ها را ببوس به امید دیدار ماه طلعت. خبر مرگ یوسف و یادآوری چهره همیشه آرام مردی که هیچ وقت آزار او به کسی نمی رسید و برخلاف سایر وابستگان خانواده همیشه به مارال احترام می گذاشت، دلش را پر از اندوه ساخت. ماه منیر برای اینکه دخترش را از حالتی کسالت بیرون بیاورد گفت: مگه تو از اون خانواده چه خیری دیدی که حالا اینجا نشستی داری قصه مرگ دومادشون هم میخوری؟ به جای این کار بلند شو به بازار برو، چند قواره پارچه نازک تابستونی برای خودت و من بخر. من و هوری هم کمکت میکنیم که اونا رو بدوزی. مارال بنا به توصیه مادر با اندکی تردید و دودلی برای خرید پارچه از خانه به در آمد و وارد مغازه بزازی محل شد. صاحب مغازه با اشاره دست مارال توپ پارچه مورد دلخواه او را از قفسه پایین آورد و بر روی پیشخوان پهن کرد، ولی پارچه‌ای که آورده بود مورد پسند قرار نگرفت. بزاز ناگزیر به روی چهارپایه رفت تا نمونه دیگری از پارچه را بیاورد که متوجه شد مشتری جدید که خانم میانسالی بود وارد شده و به زبان ترکی از خانم جوانی که قبلا آمده بود پرسید: تو اینجا چی کار میکنی مارال؟ مارال سر بلند کرد و به صاحب صدا نگاه کرد. به محض دیدن او پاسخ داد و گفت: من اومدم پارچه بخرم امه جان، اما شما اینجا چی کار میکنی؟ اشرت گفت: منم اومدم چند متر پارچه برای منصوره بخرم، برای خواستگاریش به خونه اسد برم. شاید بتونی در انتخابش کمکم کنی، بالاخره تو سلیقه دخترمو تو بهتر میدونی. برخلاف تصور اشرت، مارال با خونسردی گفت: انتخاب پارچه برای منصوره کار مشکلی نیست. من میدونم که اون پارچه های گلدار و شلوغ با رنگ های تند رو خیلی دوست داره و به قول آیدین هنوز خیلی مونده که بزرگ بشه و مثل بزرگتر لباس بپوشه. اشرت تنهش را نشنیده گرفت و گفت: برای من فرقی نمی کنه، هرچی انتخاب کنی چشم بسته همونو می خرم. بعد جنسی مارال گل کرد و پارچه گل و بوتدار نارنجی را که زمینه آن توی ذوق می زد انتخاب کرد و گفت:
این خیلی مناسب منصور است. همینو بخرید عمه جون. اشرت که رنگ تند پارچه بیش از اندازه توی ذوق او میزد، با بیمیلی و اکراه آن را پس زد و گفت این که خیلی بد رنگه. مارال گفت با همه بدرنگی قول میدم منصور اونو میپسنده. اشرت گفت ای بد جنس، میخوای قمر رو به جون من بندازی؟ مارال به یاد لباس جورجت سفید گلداری که عمه‌اش دوخته بود افتاد و آهی کشید و گفت یاد اون روزا بخیر که عمه جان به سلیقه خودت برام لباس میدوختی، اونو برام میفرستادی. آه حسرت با آه سرد او در هم آمیخت و گفت اون روزا من خیلی آرزو به دل داشتم. این تو بودی که هم منو آرزو به دل کردی هم خودتو. یک روز از خدا میخواستم که عروسم باشی. حتی وقتی به پیشنهادم جواب رد دادی چند روز فقط کارم اشک و زاری بود. ولی حالا دیگه این آرزو رو ندارم. تا اونجاییم که توی قدرتم باشه نمیذارم زن پسرم بشی. مارال گفت اون موقع حق انتخاب داشتم. طبیعیه که فقط به ندای قلبم گوش میکردم. اشرت گفت ندای قلبی که نمیتونست خوب و بد و از هم تشخیص بده؟ اون روزا دلم میخواست تو رو روی سرم بذارم و حلوا حلوات کنم. گرمای داخل مغازه و بوی عرق تن بزاز نفس کشیدن را دشوار ساخته بود. اشرت به مارال اشاره کرد و گفت دارم خفه میشم. پارچه خریدن باشه برای بعد. بیا بریم بیرونی شربت خنک بخوریم. مارال سر را به علامت تایید تکان داد و گفت باشه عمه جان بریم. از مغازه که بیرون آمدند اشرت پرسید چرا به این فکر نیستی که با مردی عروسی کنی که مثل خودت صاحب یه زن و بچه از زن اولش باشه؟ اینطوری ناچار نمیشی سرکوفت شوهرت و خانوادش رو تحمل کنی؟ مارال گفت لابد منظورتون یه مرد جا افتاده یه شکم گنده یه آبل روی کله تاسه. مگه یادتون رفته که من چند سالمه؟ اشرت گفت من نگفتم زنی پیر مرد شکم گنده بشو، بلکه گفتم با مردی عروسی کن که مثل خودت یه بار بختش رو آزموده و مثل خودت طعم تلخ شکست رو چشیده. مارال گفت و مثل من در موقع عبور از روی ریسمان باریک مشکلات چندین بار پاش به حالت سقوط لرزیده باشه. منتظر بودم عمم راه زندگی آینده رو نشونم بده. سیلی روزگار یک طرف صورتم رو سرخ کرده، اما من قصد ندارم اون طرف صورتم هم جلو ببرم تا از دست تقدیر پتک دیگه‌ای دریافت کنم. من به آیدین گفتم تا روزی که شما با میل و رغبت به خواستگاری نیاین و التماسم نکنین زنش نمیشم. میدونم این درخواستیه که هیچ وقت عملی نمیشه. برای همینم به این طریق به پیشنهادش پاسخ رد دادم. پس لزومی نداره شما به تلافی احساس پسرتون نسبت به من اینطوری دلمو بشکنی. هیچ وقت فکر نمی کردم عمم از روزگارم بیرحم تر باشه. مادر شوهر سابقم وادارم می کرد کنار پاشیر آبنبار خونه زانو بزنم و درست مانند سقرا و بلقیس زیر دیگ و قابلمه ها رو بسابم، از چاه براش آب بکشم، کاری که هرگز در عمرم نکرده بودم و نه بلد بودم اونو انجام بدم. اونم درست مانند شما میخواست به جرم دوست داشتن پسرش بیرحمانه عذابم بده تا از کرده خودم پشیمون بشم. انقدر این کار رو تکرار کرد تا محبت من به یاشار درست مانند ته اون دیگ و قابلمه ساییده شده از بین رفت. من یک بار اشتباه کردم ولی دیگه این اشتباهو تکرار نمی کنم. چرا پارچه ای رو که میخواستین برای منصور نخریدین؟ زودتر به زندگی آیدین سر و سامون بدین و بذارین منم آرامش زندگیمو داشته باشم. اگه نفسی تازه کردین بهتره به بزازی برگردین. فکر میکنم منصوره از اون پارچه بنفش روشن خوشش بیاد. اشرت گفت پس تو که گفتی اون رنگای تند و زننده رو بیشتر دوست داره؟ مارال گفت من گفتم. چرا شما باور کردین عمه جون؟ حالا موافقین به بزازی برگردیم؟ اشرت گفت تو مطمئنی که آیدین با من به خواستگاریش میاد؟ اگه نیومد چی؟ اون وقت اون پارچه به چه درد من میخوره؟ مارال گفت من از کجا بدونم که میاد یا نه؟
مگه شما از اول به قصد خرید پارچه برای منصوره به بزازی نیومدین؟ باید قبل از اومدن فکر میکردیم که آیدین موافقه یا نه. اشرت گفت خیلی خوب، بریم من اونو به نیت منصوره میخرم. اگه آیدین زیر بار نرفت، بالاخره محل مصرفشو پیدا میکنم. مارال گفت بهترین مصرفش اینه که اونو برای خودتون بدوزین. رنگ بنفش خیلی به شما میاد عمه جان. اشرت احساس کرد که مارال با زیرکی قصد بردن دلش را دارد. در حالی که در دل بر تلاش بیهودهش میخندید، به صاحب مغازه اشاره کرد که پارچه را متر کند.